با شما هستیم در بخش سرخط های الکترونیکی خبری که هر سال در اوایل سال در اواخر سال در میان سال سرخط قرار میگیره و گویا که شروع میشه توزیش اما به دلایلی به تعویق میفته و به تعویق میفته و تجربه ما و شما چند ساله داره میتونین تماس بگیرین منتظر گفتنی های شما هستیم نظریات و ما میتونین شریک بسازین 86 در اختیار شما هست منتظر تماس هایتان هستیم و خانم روینا شهابی مهمان ما هستند در این بخش رئیس روابط عمومی و رسانه‌ای اداره ثبت و احوال نفوس افغانستان و در رابطه با های الکترونیکی صحبت می‌خوایم داشته باشیم سلام خانم شهابی صبح بخیر خوش آمدین سلام به شما هم مخاطبای خوب برنامه بامداد خوش و با همکارایتان بسیار خوش آمدین خانم شهابی خب قصه های الکترونیکی بالاخره به با کجا رسیده امسال یکی دو ماه پیش یک سرخط قرار گرفت و گویا که شروع میشه هر سال میاین افرادی و جایی خواسته میشن و به نحو میشه می که خانه پوری شوه برای گرفتن این تذکره اما قصه نا تکمیل از این سال به دیگه سال خب در جواب سوال شما باید بگم که ما اعلام کرده بودیم از طریق قاب میدیا که ماه اقرب هدف گذاری ما بود برای توضیح تذکره اقرب ماهی که گذشت اما شما شاهدش هستین مردم ها میدانن فرمان فرمان تقنینی رئیس جمهور را رد کرد و او با خب بعد از او امو پروسیجر یا برنامه هست که بعدا به مجلس سنا بره و هر فیصله که سنا کرد اگر فیصله سنا مخالف با فیصله اتاق اول شورای ملی بود که همین طور هم شد مخالف او بود بعد از او کمیته مختلط تشکیل شد ما به دلیل امو ملحوظات سیاسی که پیش آمد اداره ما است که طبق امو پلان گذاری یا هدف گذاریش تذکره را توضیح بکنه از جانب ما آنچه که به اداره شناسنامه های برقی یا تذکره الکترونیکی وابسته هست و مربوط میشه ما به لحاظ فنی به لحاظ نیروهای انسانی مهارت های انسانی و عوامل فنی و تکنیکی اداره ما کاملا آماده توزیع شناسنامه های برقی یا تذکره الکترونیکی هست اما آنچه که خب ملحوظات سیاسی هست نماینده پارلمان فیصله کردند و ما هم به تصمیم خانه ملت احترام داریم به دلیلی که نماینده تمام اطباع افغانستان شهروندان افغانستان هستند آیا پیش بینی وجود نداشته در رابطه این افکاری که فعلا وجود داره این به گفته خودتان ملحوظات سیاسی امه. که در حال حاضر جریان داره پیش بینی از طرف اداره شما قبلا وجود نداشته که اگر اینطور یک وضعیت شد یک گزینه دیگر وجود داشته باشه حداقل ببینین پیش بینی که خب تا یک حدودی ما نهاد تقنینی نیستیم نهاد قانونگذار نیستیم اداره ما یک اداره اجرایی هست یعنی امولایه وظایف ای اداره یا مصاببات کاری یا برنامه کاری در اداره توضیح تسکرهای الکترونیکی بر اساس قوانین مندرج در جریده رسمی هست ما برخلاف چیزی که قانون نافذه کشور باشه ما نمیتونیم کاری بکنیم لذا آنچه که حال پیش آمده ما منتظر ما طبق فرمان تقنینی رئیس جمهور چون مندرج و ثبت جریده رسمی شده بود کار خدا پیش می بردیم اما حالی که پارلمان خوب و فیصله را رد کرده ما به لحاظ قانونی تابع قانون هستیم و نمیتونیم تذکره را توضیح بکنیم خب یک صحبت دیگه وجود داره در این رابطه قصه هایی که از قبل است گفته شده که هر سال کارمندان جدید استخدام میشه بر این ای افراد یک برنامه آموزشی را سپری می کنند تا بتانند که این قابلیت و مهارت پیدا کنند تا بتانند در اداره شما کار کنند اما به همین دلایلی که حال وجود داره این افراد به دلیل از اینکه این مسئله به تعویق میفته از کار سبک دوش میشن و سال بعدی وقتی دوباره قصه شروع میشه افراد جدید و عمو دوره و امو قصه دوباره شروع میشه و این روند در حال حاضر میگن گویا که جریان داره ما بعد یادآوری بکنم با توجه به این فرصت که اداره ثبت احوال نفوس تنها کارش توزیع تذکره الکترونیکی نیست شاید ای باور اما اگر مشخص روی این مسئله شاید ای باور نزد بسیاری از مردم باشه که اداره ثبت احوال نفوس فقط تذکره میده و در حالی که اینا تذکره الکترونیکی نمیتن پس کارمندای اینا چیکار کار میکنن Uh, یک قسمتی از کارمندان ما با حرف شما موافق هستم که فقط به خاطر توزیع تذکره الکترونیکی استخدام شدن آنچه را که گذشته بوده ما سر از اون هم میخوایم بحث کنم که در گذشته چی اتفاقی افتاده اما آم ما با انفصال شما میفهمین که اداره ثبت س... احوال نفوس از تشکیلات وزارت داخله یا کادر وزارت داخله جدا شد بعد از این جدایی ما کارمندای جدید استخدام کردیم بخش های جدید نهادهای جدید در دا داخل اداره ایجاد شده و او کارمندا ترنینگ دیدن یک قسمتشان به خاطر توزیع تذکره الکترونیکی یا موظف در بخش های دیگه که مثلا پنج مرکز در کابل همزمان با آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی فعال میشه ما هدف گذاری ما ماه اقرب بود کارمندای خدا به او خاطر آماده کردیم که اینا آماده باشن همزمان بتانند در پنج مرکز برای شهرمندای ما خدمات ارائه بکنن اما کارهای دیگه هم در اداره مرکزی ثبت احوال نفوس هست من جمله ثبت بایومتریک متصرفین وسایط نقلیه بدون اسناد در 34 ولایت افغانستان که 84 کارمند ای اداره مصروف ای کار است یا تثبیت هویت و دادن تذکره کاغذی برای 5 میلیون شهروند یا اتباع افغانستان که در ایران، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج هستند اما قصه های وجود داره که حتی افرادی هستن که 3 4 یا 5 تذکره هم دارن خب اگر بگذاریم از این مسئله و مشخص تر بیایم روی از که روند وقتی آغاز شوه یک فرد چگونه میتونه و از کجا از کدام مراکز میتونن که شامل ای روند شوند و برن و تذکره بتونن بگیرن تذکره های جدید سوال خوب اشاره کردین ما تشکر میکنم خوب است که ما در این مورد هم وضاحت بتیم چون بالاخره شروع خواهد شد این تذکره را نه ما ناگزیر از توزیع تذکره هستیم چون مبنای حکومتداری الکترونیک شهروند شدن و مبنای تمام تعهداتی که حکومت وحدت ملی به جامعه جهانی سپرده توزیع تذکره های الکترونیکی هست لذا ما میخوایم بگویم که امی عنوانوار با توجه به فرصت که چگونه یک شهروند میتونه تذکره بله. الکترونیکی شه بگیره ما در مرحله اول کارمندای ما مراجعه میکنن به خانه های شهروندان به دفاتر کارشان مثلا کارمندای دولت یا به دانشگاه ها به پنج دانشگاه که فعلا هدف گذاری اولیه بوده معلومات اونا را در دو فرمای که فرمه انفرادی و فرمه فامیلی هست جمع میکنن اون فرمایی که سابق پر شده اونا چطور میشه حسابش اونا ثبت سیستم شده ف... ما معلومات بیش از 5 هزار شهروند را جمع آوری کردیم و دفتر یعنی در دفتر مرکزی موجود افراد بله بله به همون شکلی که وجود داشته امی 500 هزار نفر هم اولویت کارمندهای دولتی بودند که تثبیت هویت اینا آسانتر است و تذکیرهای کاغذیشان ثبت بوده بعد از اینکه این فرمه ها جمع شد معلومات شهروندا به دفتر صاحبی رفت یعنی دم... برنامه چی است تا چه مدت میخواین روی این کار تمرکز داشته باشین یک ماه دو ماه پنج نه، ماه این کار نیست که ما معلومات تمام شهروندان را اول جمع می‌کنیم، مثلا سی میلیون 20 میلیون و هر چی که نفوس است و بعد از او کار تذکره شروع میشن همزمان چند همزمان با هم ما فعلا در حال حاضر معلومات بیش از 500 هزار شهروند ما را داریم که اکثرشان کارمندای دولتی هستند که هدف گذاری اولیه ما دادن تذکره تابعیت برای کارمندای دولتی بوده بعد از اینکه معلومات اینا جمع شد معلوماتشان همراه با زمینه تذکره کاغذیشان که حتما باید موجود باشه میره به با آرشیف آرشیو به آرشیو ثبت احوال نفوس که کتابای کنده که ما میگیم یا کتابای ام. اساس ثبت احوال نفوس هست و تذکره کاغذیشان و معلوماتشان با او چیزی که در کنده ثبت شده مطابقت داده میشه طبق برآورد اداره ما خب شما میدانید که متاسفانه یک مقدار تذکره های جعلی هم تذکره های که دسکاری شده از سن نام فرد یا تذکره های جعلی وجود داشته اما آنچه که برآورد اداره ما هست ما حتی تا حال یک با سراحت من میتونم بگم که یک تذکره را هم ما پیدا نکردیم که تذکره جعلی باشه و ده او در و ثبت رسیده باشه یعنی شاید تذکره جعلی توضیح شده ولی او در کنده ثبت نیست ثبت نیست لذا وقتی اینا با کنده سر داده شد در دا مرحله سوم بر اساس امو مشخصات که امو فامیل ها دادن به نزدیکترین مراکز ما از, از طریق, همکارای ما برشان زنگ زده میشه خواسته میشن و معلومات انفرادی و شان به طور فامیلی خواسته میشن درج سیستم میشه و بعد از درج سیستم تمام فامیل بایومتریک میشن یعنی ام. نشان ده انگشت دستشان نشان چشمشان و امضای دیجیتالی که چیزی است که همکارای ما اداری سب احوال نفوس تابعه کرده و منظور جلوگیری از تقلب و در مرحله چهارم وقتی معلومات اینا ثبت سیستم شد بایومتریکشان گرفته شد میرن به منازلشان و مرحله چهارم همکارای ما برشان زنگ میزنن این معلومات به چاپخانه میره تذکرهشان چاپ میشه روز دیگه برشان میگن که مثلا مثلا شما با فامیلتان مراجعه بکنید برای تذکرهتان ماشینی هست که انگشتشان بالای ماشین میگذارن و با ثبت نشان انگشتشان تذکره الکترونیکیشان فعال میشه خب پیش بینی چی هست چه مدت زمان در بر خواهد گرفت همه این کارها و ای روند ای روند ببینین مراحل براست... قانونیش سپری شد و همه جای مشکلات رفت شد آه. کار عملی وقتی قرار است شروع شود چه مدت زمان در بر خواهد کرد؟ ما کاملا آماده هستند به خاطر یک مرحله خود شما به یاد داشته باشین جمعآوری بله بله. فرمای فامیلی هست امی 500 هزار فرمایی را که ما جمع کردیم اینا را میتونیم با مدت یک روز یا دو روز مثلا مراجعه بکنن و تذکرهایشان را بگیرن امی که چون معلوماتشان هست با کنده سر داده شده یک روز خواسته میشن بر ثبت بایومتریکشان و روز دیگر را رو برشان مشخص میکنن و خاطر گرفتن تذکرش خانم روینا شهابی تشکر لطف شکر. کردین تشریف آوردین خب به پایان برنامه امروز رسیدیم و تشکر میکنیم از همه هموطنان ما که بر ما پیام گذاشتین وقت خوب و خوش برتون میخوایم خدا نگهدار بله تا دیدار فردا که دوباره بر می کردیم، همی بلا یک تا و بی هم تا اما در پایان باید گفت که کی می خواد که من تو ما نشویم خانه اش و ایران با تا دیدار بعد بدرود خداوند نگهدار تک تک تون باد